خانم ساید، همونطور که داریوش عزیز گفت، این نوید رو داد که این حرکت جهانی، گسترده جهانی، تنها خودش رو محدود به اکسیون روز شنبه 25 جولای نخواهد کرد که در 55 نقطه از این جهان احتمالاً شاید هم بیشتر صورت میگیره، به صورت گسترده. تا اونجایی که من با خبر هستم از دوستانم در کشورهای مختلف صورت خواهد پذیرفت. اما داریوش نوید دیگری داد، اینکه این به عنوان یک نهاد در واقع میرود پای گسترده کردن حمایت‌های جهانی از مردم ایران، از ارزش‌هاشون، از اعتباری که این جوان، این نسل در واقع با مبارزات خودش، با چگونگی رفتار خودش و مدنیت خودش در این خیابان فریاد از خودشون داد میپردازه. آیا این درسته و چگونی عمل انجام خواهد پذیرفت؟ والا من در رابطه با این حرکت به خصوص و اقداماتی که در آینده یا گام هایی که در آینده خواهند برداشت نمیتونم رو باشم. امید من بر این هستش که حرکت های این چنین توسط افراد و فعالین حقوق بشر، شهروندان ایرانی و غیر ایرانی بسط و گسترش پیدا بکنه. اگر یک نفر ایرانی به عنوان نماینده بین‌المللی این نهادها به طور خودجوش اینجوری که با آقای نماینده این در حقیقت حرکت مصاحبت می‌کردم، نمی‌دونم اجازه دارم اسمشون رو حتما بفرمایید، آقای هادی قائمی می‌کردن که بسیاری از جوانان می‌خواستن که فعالیتی در این زمینه بشه و بعد هم نهادهای بین‌المللی پشتیبانی خودشون اعلان کردن و ایشون در حقیقت به این اشاره کردن جدن که این اجندای نداره، بلکه یک در حقیقت حرکت گسترده حقوق بشری. من فکر میکنم که ما توانیم گام های بلند و بزرگ و گسترده این چنینی برداریم، اگر احساس مسئولیت خود نسبت به نقض فاحش حقوق بشر رو پس در جامعه ما میبایست که در حقیقت در این زمینه ها احساس بکنیم که واقعا خودمون رو ایرانی مینامیم، واقعا خودمون رو فعال حقوق بشر مینامیم. اگر ادعایی داریم، اگر ادعای روشن فکری داریم، اگر وارد صحنه میشیم، باید در حقیقت عملا حرکت رو انجام بدیم، نه تئوریتیکی. باید در عرصه های عملی فعال باشیم، باید وقت بذاریم، باید سرمایه عاطفی بذاریم، ذهنی بذاریم. کاملا صحیح. من فکر میکنم که به هر حال گام نخستینی هست و که گام های گسترده‌ای برداشته شده بود قبلا، ولی یک چنین حرکت همه سویه و جهانی فکر میکنم یک خطش نوین هست، نویدی برای گام های بلندتر در آینده. و اگر اجازه بدید این در حقیقت حرکت رو اعلام بکنم که دوستان بتوانند حتما بشن که در چه شهرهایی این حرکت و این در حقیقت تظاهرات برگزار خواهد شد. خودتون میتونید اعلام بکنید آقای سیرس ملکوتی، اگر شما اعلام بفرمایید خوشحال میشم. www.nightforiran.org یا .com این هستش که اگر که دوستان عزیز که صدای ما رو میشنوند بتوانند به این سایت ها برن، میتونند اطلاعات بیشتری بکنن. مهم این هستش که ما بدانیم که سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر حمایت میکنن، خانم شیرین عبادی عزیز که برنده جایزه نوبل هستن حمایت میکنن، خانم مهرانگیز کار عزیز یکی از فعالان حقوق بشر حقوق بشر سخنرانی خواهند کرد و امید ما این هست در حقیقت تجمعات آینده حرکت های این چنینی مانند انجام بشه و ما بتوانیم همیاری و حمایت شخصیت های بین المللی رو جلب کنیم، همبستگی جهانی به وجود بیاریم. بحران اخیر جامعه ایرانی گرچه بسیار بسیار آسیبزا بود در نظر روحی، بسیار بسیار غیر قابل تصور و کننده بود، توی راه گشا بود
و مردم جهان، جامعه بین‌المللی توانستن فرق بگذارن، تمیز بگذارن و تفکیک کنن تمدن مردم ایران رو و خصلت و منش حکومتی. پس بنابراین این بار دیگر بار یک دست نمی‌بینن. وقتی صحبت از ایرانی میشه یا ایران میشه یک نگاه متعصب نگاه نمی‌کنه. کاملا همینطوره. خانم دکتر پریسا ساعد عزیز، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. من از شما بسیار سپاسگزارم، همچنین داریوش اقبالی عزیز که در این برنامه شرکت کردید و این توضیحات رو برای بینندگان ما ارائه کردید. دوستان عزیز فراموش نکنین برای مراجعه و آشنایی بیشتر با این حرکت می توانید به سایت www.united4 به عنوان عدد 4 به انگلیسی ایران، United 4 به انگلیسی ایران .org یا .com مراجعه کنید و کسب اطلاعات بیشتر کنید. خانم ساعد، من از شما سپاسگزارم. با اجازتون من با یه بیت از شما خداحافظی میکنم که میگم هر دم از شوق تو نقشی زدم راه خیال، با که گویم که در این پرده سه‌ها میبینم. زنده باشین. امیدوارم هر چه زودتر بتوانم این موقعیت و این اخبار رو داشته باشم، میزبان اندیشه های بسیار پرارزش شما باشم. سپاسگزار از اینکه در این برنامه حضور داشتید. بینندگان عزیز، با هم میریم یک ویدیو کلیپ تماشا میکنیم. از داریوش اقبالی تا نیمه شب بیدار بود که این کلیپ رو برای ما بفرسته، برای اولین بار پخش میشه. با هم این کلیپ رو تماشا میکنیم، برمیگردیم، سخنها داریم با شما. با ما باشید.